سلام خدمت دوستان عزیز و همراهان گرامی. خب بچه ها، امروز میخوایم در مورد هشت برده حالا خانواده S17 و T17 یه مقدار با هم دیگه صحبت بکنیم. یه سری حالا نکاتی رو دوست دارم در موردشون بهتون بگم. یکی از دوستانمون هم کامنت گذاشته بودن، گفته بودن که اینا چرا اینقدر هیت سینکاش میفته و به قول معروف مشکل دارین، هشت برده خانواده S17 و T17. خب بچه ها، اول یه توضیح به شما بدم که حالا برای اون دوستانی که خیلی آشنایی ندارن که آقا این چجوری خنک میشه، سیستم کولینگش به چه صورته. ببینید بچه ها، ما اینجا الان چیپو داریم. خب یه هیت سینک میخوره زیر این چیپ میشه این، یه هیت سینک هم میاد روی این چیپ که این الان هیت سینکش رو نداره. خب ولی این الان یه همچین هیت سینکی میادش. به این صورت هم از زیر هم از رو حرارتش رو انتقال میده و خب فنا هم که کار میکنن جریان هوای خنک رو بین این هیت سینک ها جریان میدن و نتیجهش میشه اینی که این هشت برد خنک میشه. خب حالا به چه علت بچه ها اینا میفته؟ ببینید، قلی که اومده آنت ماینر استفاده کرده تو اینا، قلیه که با 183 درجه سانتیگراد آب میشه و دیگه حداقل دمای ذوب قل. بچه ها حالا شاید سوال بشه براتون، آقا این که دماش به 183 درجه نمیرسه پس چرا این هیتسینک میفته؟ خب بچه ها ببینید، این هیتسینک با قل در واقع میاد و روی چیپ میشینه. خب چرا؟ ببینید بچه ها، لزومن برای اینی که این هیت سینک شل بشه ما نیاز نداریم به دمای 183 درجه. دمای 183 درجه دماییه که کامل قل حالت ذوب و مایع به خودش میگیره. همینی که این دستگاه به قول معروف قل سردی بکنه براش کافی. قل سردی یعنی چی؟ یعنی که بچه ها مکررن دما توی دستگاه بره بالا بیاد پایین، بره بالا بیاد پایین. این باعث میشه که به مرور زمان یه مقدار قل سردی میکنه، رنگ این قل کدر میشه و این اتفاقا براش میفته. پس یه عاملی که باعث این میتونه باشه قل سردیه، که البته به ندرت پیش میاد توی اینا به خاطر قل سردی این اتفاق بیفته. علت اصلی که بچه ها این اتفاق توی اینا میفته، نه دمای کار کرده خودشه، نه در واقع اون قل سردی که به شما گفتم. الان اینجا حالا شاید خیلی واضح نباشه، میخوام بیارم بالاتر. بچه ها ببینید، سطح این کاملا براق نیست، یه جایشو میبینید که یه مقدار کدره. خب اینا بچه ها قسمته ای که زنگ زده روی هشت برده ما و متاسفانه تمام دستگاه های آنت ماینر این داستانو داره، یعنی با رطوبت به سرعت مستهلک میشه. S19 هم همین مشکل رو بچه ها داره، اول پاورش بعد هشبوردش، اصلا انگار روی چیپ سنباده کشیدی هشبورد S19 وقتی در مجاورت با رطوبت هوای. و حالا اونجا هیت سینکاشون یه تیکسی مشکل رو نداره. وقتی که بچه اینجا رطوبت میخوره، سطح مقطعی که در واقع این چیپ داره با هیت سینکش کم میشه و دیگه به یه جایی میرسه که دیگه زورش نمیرسه این هیت سینک رو نگهداره. حالا باز اینا بچه نسبتاً کوچیکی، شما مثلا سایز اینا رو توجه بکنید، سه برابر اینه. خب اینا سنگینه و همین موضوع باعث میشه که این هیت سینک بیفته و خب بلافاصله اوورهیت میکنه چیپ و میسوزه 8 ولت شما. پس علت اصلی اینی که اینا بچه هیت سینکاشو میفته رطوبت هوای شما. اگر که بیای و رطوبت نداشته باشه محیطه، من به شما تضمین میدم که این یه همچین اتفاقی براش نمیفته، مگر اینکه جات خیلی گرم باشه. خیلی گرم باشه میشه بحث همون قل سردیه و اگه به ویژه زیاد خاموششنش بکنی این داستانو براش پیش میاد. خب حالا دوست داشتم بچه تو این ویدیو در واقع بهتون نشون بدم که چطوری ما میتونیم بیایم و این هیت سینک ها رو برداریم و بذاریم. به نظر خیلی کار ساده ای میاد، اما کار در واقع نکته داره دیگه، باید خیلی توجه بکنید. چرا؟ چون بچه ها ببینید، این هیت سینک همونطور که گفتم با قل میاد میشینه روی این چیپ و اگر که ما در واقع اون روشش و اصولش رو بلد نباشیم
برای اینکه بخوایم این هیت سینک رو بذاریم روی این چیپ، خب قطعاً به مدار ما داغ، این هیت سینک داغ، میتونه این چیپ رو دماش رو ببره بالا و به حدی برسونه که این چیپ به اصطلاح ما تمیکا میگیم راه میره، یه خوره تکون بخوره سر جاش و همین کافیه که در واقع اون چیپی که ما زدیم، حالا تو تستر زده اوکی یا اصلاً در واقع ما هیت سینک رو حالا برداشتیم قطعات دورش چک کنیم مثلا اوکی بوده، خب این راه بره و حالا تستر بیاد دوباره ایراد بگیره روی این چیپ، دوباره بعد این هیت سینک رو برداریم، اینو دوباره بیایم سر جاش فیکس کنیم، اوکی بکنیم، دوباره هیت سینک رو بذاریم، حالا دوباره اگه اشتباه بکنی دوباره همین پرسه رو میافتی توی یه در واقع لوپی، توی یه چرخه‌ای که فوق العاده حوصله سربر و خسته کننده میشه و خب هر چیزی که شما هی حرارت بیشتر به اینا بدی قطعاً طول عمر اینها کمتر میشه. خب بچه‌ها برای اینی که ما بخوایم اینا رو برداریم، هیت سینک رو بخوایم برداریم، نکتهش اینه که بچه‌ها همیشه اول این هیت سینکی که از رو به چیپ متصله رو برمی‌داریم. چرا؟ به خاطر اینکه اگه اول این هیت سینکی که از زیر بهش متصله رو برداریم، ممکنه زمانی که می‌خوایم این رو بلند کنیم با خود چیپ بلند بشه و این اصلا خوب نیستش. دوباره کلی هیت باید بدی اون چیپ رو از این هیت سینک جدا کنی، داستانای خاص خودشو داره. خب بچه‌ها ما برای اینکه بخوایم این در واقع هیت سینک رو برداریم، اینایی که دارم به شما میگم تجربه شخصی چند سال کار کردن خودم روی هشبوردهای ماینره و در واقع به نظرم این بهترین راه هست. حالا الان دیگه اینا رو نمیاره کسی واسه تعمیر، دیگه توجیه نداره تعمیر کردنشون اصلا، ولی دوست داشتم اینا رو باهاتون در میون بذارم. حالا بالاخره بیت میره قیمتش بالا و دوباره افرادی که اینا رو دارن به قول معروف زنگ میزنن کارشون رو میارن، ولی دوست داشتم به قول معروف با این حالا تجربه خودم در اختیارتون بذارم. خب بچه ها اولین کاری که میکنیم چیه؟ هیترمون رو میذاریم رو بالاترین ایر و بالاترین دما. چرا؟ چون بچه ها تو بالاترین فشار باد و بالاترین دما هست که ما میتونیم نهایت توانمون رو از هیترمون بگیریم و اگه ما بخوایم اینو مثلا با یه دمای کم بیایم آروم آروم داغش کنیم، به این کل هشبر داغ میشه و این خوب نیست. ولی شما وقتی که با یه حرارت خیلی بالا میای و کار میکنی، قبل از اینی که این حرارت خیلی انتقال پیدا بکنه به قسمت دیگه، سریع میتونی در واقع هیت سینک تو برداری. خب بچه‌ها الان مثلا ما میایم اینو میخوایم برداریم، ببینید الان دما روی 500، ایرم روی آخر. حالا این تو هیترهای مختلف بچه با هم دیگه فرق میکنه دیگه، اون دما یا فشار باد. در کل قبلا هم توی یه ویدیو هم گفتم از هیترهای توان بالا استفاده بکنید. ببینید بچه ها به همین راحتی بلند شد. خب اگر اینجا توجه بکنید، حالا شاید تو ویدیو نمیدونم خیلی مشخص نباشه، ببینید بچه ها اینجا کدره، میبینید؟ یعنی قبل از اینی که اینا آب بشه کامل، من هیت سینک رو برداشتم، خب یا حالت نیمه جامد نیمه مایع به خودش اینجا گرفته و شما خیلی راحت میتونید این رو بردارید. زمانی که اینا میفتن به همین صورت، لزومن گفتم نباید حتما همش آب شده باشه. حالا بعد از اینی که ما این رو برداشتیم، برای اینکه بچه ها چیپمون رو بتونیم خیلی راحت برداریم، دو تا روش هست. روش اول، شما میتونی بیای از زیر هیت بدی مستقیم به این هیت سینک. باید یک علبه بچه ها اینی که برداشتیم هیت سینکش این میشه دیگه. ببین من الان کامل دستم میتونم بزنم روش، اصلا حرارتی به اون صورت ما اینجا نداریم چون خیلی سریع برداری برش داشتم. بچه ها میتونیم یه هیتر بزنیم این زیر به این هیت سینکمون حرارت بدیم. باید مقدارش بچه کاملا تجربیه، بسته به اون فاصله‌ای که هیتر شما داره تا این هیت سینک، دمایی که میذارید، فشار بادی که میذارید، باید اینقدری باشه که این هیت سینک نیفته. اگر که این هیت سینک نیفته، خودش میتونه به عنوان یه پری هیتر خیلی خوب عمل بکنه. ولی اگر که نه، حالا دو تا هیتر نداشتید یا اصلا نمیخواستید از اون روش استفاده بکنید، هیت سینک پشت رو هم بچه ما دقیقاً به همین صورت برمی‌داریم. میایم اینجا بچه ها عجله نمی کنیم تو برداشتنش، باید خودش ول بکنه. ببینید مثل این
اینی که ما بیایم با فشار بخوایم اینو بکنیم، حالا تو بحث هیتسینگ اتفاق خاصی نمیفته، اینجا هم پایش خیلی قطوره، مشکل نیست، ولی تو بحث برداشتن چیپ ممکنه که پد پایه‌اش کنده بشه و داستانای خودشو داره، بعد باید سیم کشی کنید و یه کار خیلی کثیف کاری. خب بچه ها اونم برداشتیم، الان ببینید باید باز من اینجا رو دست میذارم، خنک نیست ولی خب حقیقتا داغم نیست، باید همینقدر سریع همینقدر خوب عمل بکنید. خب حالا بچه ها میخوایم این چیپه رو برش داریم، ببینید بچه ها پر خاکه دورو برش. خب من ترجیح میدم اول بیام یه خورده اینو تینر بزنم، این کثیفیاشو ترتمیز بکنم. بچه ها نکته دیگه که باید بهش توجه بکنید، به ویژه تو بوردایی که رطوبت خوردن، و اونم اینه که باید خیلی آروم بچه ها اینا رو تمیز بکنید با یه قلم و نقاشی خیلی نرم خیلی کوچیک، مثل این با فرچه و میناوین اصلا جواب نمیده. چرا؟ جواب میده، خیلی هم خوب تمیز میکنه، ولی یهو دیدی این قطعات پرید، بعد حالا برو ببینی خازنه مقدارش چی بود، مقاومت مقدارش چی بود، بعد از رو خود برد شابلون کنی، بعد داغی داشته باشی بذاری نداشته باشی بری قطعه بخری. اینه که بچه ها حتی امکان باید سعی بکنیم که به اون مرحله نرسه. خب بچه ها نکته ای که میخواستم الان دوباره بهتون میگم، بچه ها میبینید ببینید اینجا سیاه، اینا چرا سیاهه؟ خب یه دقیقه همون بحث سولفاتی که خورده، حالا در این حد اینا خیلی جزئیه، ولی همین میتونه پیشروی بکنه تو بعضی از چیپای دیگهش بیشتر باشه. الان این به نسبت این چیپی که ما اینجا داشتیم در واقع اون نقاطی که من میبینم روش سولفاتی کرده بیشتره به نسبت این یکی چیپ. خب حالا بچه ها ما میخواییم این در واقع چیپمون رو برداریم، چجوری این کار انجام میدیم؟ بچه ها میایم یه هیت میدیم، صرف اینی که فقط یه خورده برد ما داغ بشه. خب ما الان نمیخواییم حرارتی رو بذاریم که اینو بلند بکنه، و قبل از اینی که بخواد این آب بشه در حد 3-4 ثانیه کفایت میکنه، به خاطر اینکه ما فقط میخواستیم بردمون رو داغ بکنیم که یه مقداری اینجا خمیر فلکسیمونو بهش اضافه بکنیم، بزنیم بهش یه لحظه بکنم اینگار کلاس آشپزیه کدام اضافه کنیم بهش. خب بچه در همین حد اوکی. چرا داغش کردیم؟ بخاطر اینکه خب اگه خود یخ باشه باید همش بکشید اینو برنامه، ولی یه وقتی یه خود داغ باشه قشنگ خود خمیر چی پخش میشه و میره. خب بچه در حالا این مبحث که آقا الان با چه حرارتی خواهیم این رو برش داریم، بچه ها این هم باز دوتا روشه. یه روش اینه که شما میای و اول من ایسی بگم دستگاه بی جی و اینا ببخشید، فقط یه مش آدم به نظر این عقده شخصی منه بی سواد میان اینو میزنن رو بی جی ای برمیزن، چون بی جی ای کل هشورد شما رو داغ میکنه، بعد شما برای اینکه هیت مستقیم بخوره بعد کل این هیت سینکا رو برداری بعد دوباره بذاری، داستانن در داستانه. بهترین روش برشنش بچه ها با هیتره، یا به همون روشی که بهتون گفتم از زیر هیت میدید به اون هیت سینک و این خودش به عنوان یه پری هیتر عمل میکنه، خیلی قشنگ میتونید اینو برش دارید، یا اینکه در واقع از رو هیت بدید. همیشه بچه ها اگر حرارت غیر مستقیم بخوره به چیپ بهتره این براش، ولی اگر بخواید مستقیم هم حرارت بهش بدید بچه ها ایرمون رو کم میکنیم، به خاطر اینی که اینجا ممکنه این قطعات رو بپرونه. خب به ویژه اگر که اینا سولفات شده باشه، آب خورده باشه، زنگ زده باشه. ولی حرارتمون رو من به شخصه میذارم رو 500. چرا؟ به خاطر اینکه بچه ها شما حرارت میدی وات هیترم بالا سری داغ میکنه، سری بر میدارم. خب اگه من این الان بخوام مثلا بزنم رو 380 350 هم میتونه بلند بکنه، ولی به جای مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه هیتی که من باید بدم، بعد اونجوری یه دقیقه نگه دارم کل هشبورد من داغ میشه و این برای هشبورد سلامت چیپاش خوب نیست. خب پس ما میایم بچه این ای رو اینا رو هم گفتم دیگه تجربیه، شما مثلا الان فشار 40 هیتر من با 40 هیتر شما خب شاید فرق بکنه، و اینا رو بعد خودتون آزمون و خطا اینقدر رو داغی کار بکنید که به قول معروف دیگه بدونید وقتی رو کار مشتری میخواید کار بکنید چه حرارتی چه چیزی مناسبه. خب
بچه ها اول یه 4-5 ثانیه رو مرکز چیپ نگه میداریم، خب بعد شروع میکنیم اینجوری حالت دورانی